بله، با سلام و درود به شما و درود فراوان به رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی، رئیس جمهور عزیزمون خانم مریم رجوی و دلاوران شهر اشرف. همین چند وقت پیش بود که وزیر خارجه امور خارجه ایران اومد به عراق و با قوچی زیباری این قرارا رو گذاشتن و همیشه وقتی که این جنایتکارا و مزدورا دور هم جمع میشن، جز نقشه کشیدن برای به قول خودشون، به خیال خام خودشون، از بین بردن اشرف و مجاهدین کار دیگه ندارن که بکنن. اینها تمام هم و غمشون از بین بردن اشرف و اینها به قول معروف شطور در خواب بیند پنبه دانه. اینها هر کاری که بکنن، هر حقی به کار ببرن، هر چلکی بخوان بزنن، هر جنایتی بخوان انجام بدن، موفق نمیشن که اشرف و مجاهدین اشرف و اشرفی های دلاور ما رو از بین ببرن. اشرفی ها در خارج از کشور، در خارج از عراق، همه هوادارا پشتیبان اشرفی ها هستن و همه جا حضور دارن، تمام تحصنات و تمام اعتصاب ها. شما پیروزان این نبرد هستی و در پایان فقط من خواستم بگم که درود بر رجوی، سلام بر آزادی، زنده باد اشرف، پاینده باد اشرف، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر احمدی نژاد، مرگ بر مالکی. اجازه بدین که من اولا سلام کنم به تمام اشرفی ها، شیردنان، کوهمردان، کسانی که واقعا باعث سرفرازی و افتخار مردم ایران شدن و ایرانی به جرأت میتونم بگم الان میتونه سرشو با افتخار بالا بگیره و افتخار کنه که در زمانی زندگی میکنه که اشرفی ها هستن و دارن از سرزمینمون، از کشورمون، از آزادی، از دموکراسی دفاع میکنن و نه تنها برای ایرانی ها، برای تمام مردمی که خواستار آزادی و دموکراسی هستن اینها سرنقش هستن. همچنین دوست دارم سلام کنم به دختران اشرفی هم، مهبان و مهشاد، و واقعا برای همه اشرفی ها آرزوی سلامتی، تندرستی، سعادت و پیروزی کنم. ما به طور مستمر اکسیون داریم که در کانادا اینجا انجام میشه هفتگی. در بین اکسیون ها، یعنی در طول روزهای هفته، با کلن مقامات کانادایی، کسانی که سازمان های انجیو بین المللی که دستن در کار اصطلاحاً کارهای حقوقی، حقوق بشری هستن، با اونها کار میکنیم. تظاهرات بزرگی که جلوی وزارت خارجه داشتیم، در نیویورک داشتیم، جلوی وایت هاوس داشتیم، کاخ سفید داشتیم. و اینو به جرأت میتونم بگم که اگر اشرف و اشرفی ها نبودن، پایداری و مقاومت اونا نبود، ماها هیچ موقع نمیتونستیم این کار رو که انجام بدیم. یعنی اون چیزی که ما رو به حرکت وامی داره، این چیزی که ما رو به استقامت، به جلو رفتن وامی داره، پایداری و استقامت اشرفی هاست. ای دستای خالی تو از گلوله برتر، ای عزم تو از هر سپر سخت قوی تر، فریاد تو کوبند تر از این همه لشکر، بشکن تو چشه بسته دنیا سایه خواه. اشرفی ها از گذشته در خیلی صد مدار، شاید هزاران مدار بالاتر از قبل هستند، و این هم به خاطر داشتن وجود رهبری مثل مسعود و رئیس جمهور مثل مریم رجوی که جوانهای ما رو طوری تربیت کردن که برای آزادی مردم کشورشون حاضرن از همه چیشون بگذرن. امیدوارم که روزی رو ببینم که همه با هم در میدون آزادی با اشرفی های عزیز، با برادر مسعود، با خواهر مریم، جشن پیروزی و آزادی رو در ایران جشن بگیریم.